دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه بخواییم ما هم یه مثال حل بکنیم تابع F برابر 3X2 به اضافه 4X به اضافه 5 و تابع J برابر با 6X به اضافه 10 و به همون دادن و بعد از آمون خواستن ضابطه f به اضافه j x f منهای j x ای و دامنه f به اضافه j و دامنه f منهای j رو پیدا کنیم اولا ما وقتی که دانش آموز بودن اصلا سوال که چند تا چیز از خواسته بودن و میدیدن لجم میگه ولی باور کنید خیلی راحت ما میتونیم همه اینا رو به دست بیاریم اولا از, از سمت چپ شروع میکنیم گفتیم که توی جلسه بعد گفتیم این f به اضافه Jx، x برابر همون f x به اضافه j x که بیان میکنی یعنی خروجی دو تا تابع رو با هم دیگه جمع کردیم و به عبارتی خروجی دو تا تابه هم که با این دو تا ضابطه بهمون اینجا دادن منظورشون با, ازاب... با این ضابطه و این ضابطه میتونیم پس به دست بیاریم که f x به اضافه j x برابر با 6 دو به اضافه 4 x به اضافه 5 و به اضافه ثابته جای x که برابر با 6 x به اضافه خب چون ما این علامت جمعه بدون هیچ کوچکترین تغییری میتونیم پرانتزا رو برداریم. میشه 3 x به اضافه 4 x به اضافه 5 به اضافه 6 x به اضافه خب حالا تو چند جمله که با هم دیگه جمع شده فقط یک جمله هست که زری به ایکس دو داره و از طرفی دو تا جمله هستن که زری به ایکس دارن و دو تا جمله هستن که x زری به ایکس اصلا نداره خب حالا پس ما میایم تمامی جملاتی که ضریب به دو دارن که اینجا فقط یه دونه است و می نویسیم تمامی جملاتی هم که ضریب x دارن و با هم جمع می, کنیم. می نویسیم که اینجا دو تان 4x و 6x هستند که پس میشه 10x و بعد تمامی جملاتی که ضریب x ندارن که دو باز دو تا 5 و 10 میشه 15 پس ثابته f به اضافه جای x شد 3x2 به اضافه 10x به اضافه 15 حالا میخوایم دامنه دامنه f به اضافه جای x رو به دست بیاریم گفتیم بچه ها دامنه جمع دو تا تابه برابر x های عضو اشتراک دامنه های اون دو تا تابه به صورت جداگانه یعنی اشتراک دامنه f با اشتراک دامنه ای چرا چون باید بتونه این x هم برای تابع f هم g ورودی باشه که بتونه خروجی تولید کنه و بعد اون دو تا خروجی با هم دیگه جمع بشه اما بچه دامنه f و دامنه g هر دوتاشون اعداد حقیقی هستند. هیچ محدودیتی ما نداریم چه برای F چه برای G و میتونیم هر ورودی بهش بدیم و به ازای اون ورودی دامنه توابع خروجی تولید میکنه پس در نتیجه دامنه F به اضافه J مون همون اعداد حقیقی مجموعی اعداد حقیقی خب حالا بچه زابطه جمع دو تا رو به دست داریم حالا میخوایم ضابطه زابطه تفریقشون رو به دست بیاریم دیدیم که f منهای j x برابر زابطه f ای x که زابطه j x رو ازش کم کردیم و چون ما زابطه دو تا تابر رو داریم اینجا میتونیم بنویسیم ثابت رو 4x به اضافه 5 زابطه f مونه منهای زابطه g مون که 6x به اضافه 10 برای اینکه از شر دو تا پران... از شر این پرانتزا خلاص بشیم باید این منفی رو در تک تک جملات پرانتز دوم ضرب بکنیم پس میشه 6x به اضافه 4x به اضافه 5 منهای 6x منهای 10 دوباره میایم نگاه میکنیم جملاتی که ضریب xشون توانه توان یکسان داره و با هم دیگه جمع میکنیم تنها یک جمله است که ضریب x دو داره اونم جمله 6x2 مینویسیمش دو تا جمله هستن که ضریب x دارن جمله 4x و منفی منفی 6x که بعد از هم دیگه کمشون کنیم میشه 4 منهای 6 ضرب در x که میشه منفی 2x و بعد میشه جمله 5 منهای 10 که باز میشه منفی 5 این باز من هیچ معنی خاصی اینجا نداشت بچه هم. حالا دامنه این تابه از چه قراره؟ گفتیم که دامنه f منهای j باز هم مثل عمل جمع کلیه ایکس هایی که عضو اشتراک دامنه f با دامنه j باشه و چون دیدیم باز هم دامنه هر دو ثابت به عدد مجموعه عدد حقیقیه پس اشتراکشون را مجموعه عدد حقیقیه بچه ها خیلی مثال ساده بود قبول دارید خیلی به دستوردنش هم راحت بود فقط مهم اینه که شما وقتی که این نمادها رو میبینید تسلط عصبی خودتون رو حفظ کنید و یادتون باشه که این نمادها خیلی مفهوم ساده رو بیان میکنن نماد F به اضافه ج ضرب در x به اضافه g ضرب در x بچا همون این بیان کننده اینه که شما باید دو تا ثابت رو با هم دیگه جمع بکنی بیان کننده fx به اضافه ج x و نماد F منهای g ضرب در x هم بیان کننده اینه که ثابتی g رو باید از ثابتی f کم کنی. خب مرسی که این مثال رو با من تا آخرش همراهی کردید توی جلسه بعد میبینمتون فعلا خدافز